طرح چشمانداز البین 2030 با 50 میلیون زائر از جمله ایده‌ها و طرحهایی بوده که از سوی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله لزما سی صادق شیرازی دامزله مطرح شده در این میان مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله لزمان شیرازی دامزلو که مقر اصلی آن در شهر مقدس کربلا است یکی از معدود مراکزی در سراسر سر جهان بوده که به این توصیه معظم الله توجهی بیشتری کرده و به نظر میرسد اهمیت این تهراب پیش از دیگران درک نموده از همین رو گام برداشتن در مسیر اجرای چنین طرح میلیونی را به یکی از اولویت های فعالیتی خود تبدیل کرده است همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما شیرازی دام مزله از برداشته شدن گام‌های موثر در تحقیقات و بررسی های مورد نیاز اجرای طرح چشمانداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر خبر داد. در همین راستا عبدالصاحب کیشوان مدیر مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام طی اظهاراتی گفت جلسات هفتگی و منظمی توسط مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام با حضور کارشناسان، نخبگان، مسئولان و متولیان مربوطه برگزار می شود. و در آن تحقیقات و بررسی های مورد نیاز برای اجرای طرح چشمانداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر صورت میگیرد و حاضرین درباره مسائل و جوانب مختلف این طرح با یکدیگر به بحث و تبادل نظر میپردازند وی در ادامه افسود این مؤسسه این هفته چهارمین جلسه هفتگی خود برای بررسی این طرح را برگزار کرد و در این جلسه نیز تعدادی از مسئولان محلی و کارشناسان خبره از مناطق مختلف استان کربلای معلا حضور داشتند و افکار و ایده های خود را با یکدیگر مطرح کردند. هدف از این کار جمعآوری نقطه مختلف در این باره بود. عبدالصاحب بلکیشوان همچنین گفت ما در مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام قصد داریم به برگزاری جلسات منظم در مورد این موضوع ادامه دهیم تا بتوانیم همه اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کنیم و در نهایت یک نقشه راه کامل برای اجرای این طرح تر ترسیم کنیم دکتر حسن منگوشی قائم مقام بخشداری شهر مقدس کربلا که از کارشناسان و میهمانان حاضر در جلسه این هفته بود طی اظهاراتی به خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه در این باره گفت مطرح شدن طرح چشمانداز اربعین 2030 با پنجاه میلیون زائر از سوی آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزلا ابتکار عمل جالب و مبارکی بوده است وی افزود برای اجرای این طرح از مهمگانی از جمله دولت مرکزی مسئولان محلی حیعات و موکبهای حسینی و عموم عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مستلام مورد نیاز است تا بتوان به خوبی از میلیون ها زائر استقبال کرد دکتر منگوشی همچنین گفت برخی پروژه ها در شهر مقدس کربلا اجرا شدند و برخی طرحها نیز در دست اجرا هستند همگی این طرحها جزو پروژه هایی هستند که به اجرای طرح چشمانداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر کمک می کنند. اما بدون شک این طرحها کفایت نمی کند بلکه شهر مقدس کربلا برای اجرای این چشمانداز به آماده کردن زیر های بیشتری مانند خیابان، اتوبان، پل و غیره نیاز دارد تا رفت آمد زائران به خصوص از سمت شهر نجف اشرف تسهیل گردد. او در ادامه گفت به نظرم دولت مرکزی عراق باید در این زمینه کمک و حمایت کافی و لازم را انجام دهد از تجربه برخی کشورها در زمینه های مختلف نیز باید استفاده کنیم در همین حال سید عادل مستوی معاون سابق استاندار کربلای معلا که از دیگر میهمانان حاضر در جلسه این هفته بود طی اظهاراتی بر اهمیت آمادگی زود هنگام برای اجرای طرح چشمانداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر تاکید کرد و گفت با توجه به اهمیت این طرح میلیونی قطعا باید از همکنون آمادگی های لازم در دستور کار قرار گیرد وی در ادامه افزود برای این کار باید از تجربه زیارت های میلیونی سال های گذشته استفاده کنیم فاطمه موسوی اخبار شیعه